سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز به کلاس ریاضی هشتم خوش آمدین موضوعی درس از ماست در مورد ضرب و تقسیم جزرها اگر دو جزر یا چندین جزر داشته باشیم چگونه می توانیم در همدیگر ضرب و یا تقسیم کنیم اگر دو جزر درجه هایشان یکسان باشد جزر ای و جزر بی درجه زیم دوسته و درجه زید دوسته می توانیم تک تک را حساب کنیم بعد در هم ضرب کنیم یا در هر ضرب کنیم سپس جزر بگیریم جزر ای را در نظر بگیریم و همچنان جزر بی را درجه های هر دویشان یکسان است درجه که نداشت درجه چند است؟ دو آفرین پس ما مگیم یا جزر را جدا میگیری جزر را زیر جدا میگیری می هر چند که شد در همدیگر ضرب مانیم یا این که در صورتی که درجه های جذر آن با هم برابر باشد از بین جذرها یکش مشترک میگیریم و عددها را در همدیگر ضرب مانیم مثلا اگر داشته باشیم جزر شانزده ضرب در جزر چهار، شما میتونین که جذر 16 را جدا بگیرین جذر 16 چند میشه؟ چهار ضرب در جذر 4 چند میشه؟ دو چهار ضرب در دو؟ هشت یا این رقم یا طریقه بعدی چی بود که 16 ضرب در چهار مونین از بین جذر ها یک مشترک میگیرین و 16 ضرب در چهار مونین، 16 ضرب در چهار چند میشه؟ 64 چهار که جذر 64 چند است؟ 8 است پس در دو صورت جواب ما درسته باز شاگردای عزیز تکرار منو در صورتی که جذر از ما درجه یکسان باشد ما شما میتونی که او عددها را ابتدا جذر هر کدامش جدا بگیری و در همدیگر ضرب کنی یا از بین جذرها مشترک بگیری و عددهایی که زیر جذر ضرب در هم کنی که بعد از او جذرش میگیری که جواب بردوش چیسته یکسان به دست میه مثلا جزر سوم بیست و هفت ضرب در جزر سوم شست و چهار برابر است با از دو رویش حل مانیم ابتدا جزر هر کدام را جدا گرفته در همدیگر ضرب کنیم جزر بیست سوم بیست و هفت بیست و هفت را ما و شما نوشته میتونه که سه به توانی سه جزر سوم شه ضرب در جزر سومی 64 را چند نوشته میتونی چهار به توانی سه آفرین چهار به توانی سه توانی از این عدد با درجه جزر اکسان است خط میزنی چی بیرون میشه سه ضرب در یه همچنان چی بیرون میشه چهار سه ضرب در چهار دوازده ایز رویش اول بود که ما و شما جذر هر کدامش جدا جدا گرفتیم و ضرب در هم دیگر کرده که یک عدد بیرون شد اگر ما این افاده رو زیر یک جذر نوشته کنیم چطور مثلا از بین جذرها یکش را مشترک بگیریم چون هر دوش درجهش سه است پس ما شما جذر سوم را در نظر میگیری 27 را ضرب در 64 کنیم که برابر میشه با 1728 پس ما میگه جذر سوم 1728 برابر است اگر دوازده را سه مرتبه در هم ضرب کنیم برابر با 1728 میشه پس ما میگه جذر سوم دوازده به توان سه و توان سه همراه درجه جذر از بین مره عدده که بیرون برو میشه چند است؟ دوازده پس در این حالت هم چی آمد؟ جواب ما یکسان آمد خب اگر داشته باشیم که جذر دوم ای ضرب در جذر سوم بی ما و مو شما این دو عبارت را در همدیگر ضرب نمیتونی چرا ضرب نمیتونی از خاطر از که درجه از این جذر سه است و درجه از جذر چند است دو پس هیچ وقت برابر نیسته با جذر ای مثلا ای ضرب در B جذر دوم شی یا برابر نیسته با جذر سوم A ضرب در B چون درجه های ای جذر با هم دیگر یکسان نیسته پس ما انتخاب نمیتونی که از بین کدام از این دو جذر ما درجه تعیین کنی درجه دوره را تعیین کنی یا درجه سه را تعیین کنی پس هیچ وقت این دو جذر را با هم دیگر ضرب نمیتونی مثال اگر ما داشته باشیم جزر سوم سه ضرب در جزر دوم پنج این دو عدد را ما و شما زیر یک جزر نوشته نمیتونیم و در همدیگر ضرب هم, هم نمیتونیم خب مریم سراغ تقسیم جزرها در تقسیم جزرها با درجه های یکسان می توانیم ابتدا دو عدد را بر هم تقسیم کرده و سپس جذر آن را گرفته و یا اینکه تک تک جذر اعداد را محاسبه می کنیم بعد حاصل را بر هم تقسیم می کنیم اگر جذر A تقسیم بر جذر بی داشته باشیم در دا صورت که درجه های جذر با هم دیگر یکسان باشد شما می تینین که جذر صورت را جدا بگیرین تقسیم بر جذر مخرج جدا بگیرین و بر همدیگر تقسیم کنین ای یک یا اینکه از میان ای دو جزر یکیش را مشترک میگرین و صورت را تقسیم بر مخرج کنین بعد از او جذر بگیرین که در این حالت هم جواب یکسان به دست میه مثال در اینجا توجه کن جذر 144 تقسیم بر جذر 36 شما صورت را جدا جذر میگیرین که 144 جذر چند میشه 12 و جذر 36 چند میشه 6 میشه 12 تقسیم بر 6 چند میشه 2 میشه یک رویش رویش بعدی چی رقم است که صورت و مخرج را زیر یک جذر میگیریم صورت و مخرج را زیر یک جذر میگیریم مثلا امی 144 را تقسیم بر 36 مونیم 144 تقسیم بر 36 144 تقسیم بر 36 چند میشه؟ آفرین 4 میشه پس جزر 4 چند است؟ دوست در این حالت هم درست برون میشه بچه ها در تقسیم شما میتونین که صورت را جدا جزرش بگیرین مخرج را جدا جزرش بگیرین بعد از او اگر قابل تقسیم بود بر همدیگر تقسیم کن جواب شی حاصل میشه یا میتونین که صورت و مخرج را زیر یک جزر نوشته کنین در چه صورت میتنی در صورتی که درجه های جزر با همدیگر دیگر برابر باشد اگر درجه های جزر با هم دیگر برابر نباشد مثلا باشد جذری سومی نو تقسیم بر جذر 27 آیا این دو عدد را شما میتونین که زیر یک جذر قرار بدین نه ما این دو عدد را زیر یک جذر قرار داده نمیتونیم امزو خاطر اینو گفتم که برابر نیست جذر نو تقسیم بر 27 خب حالا ماریم مثال های بیشتر کردیم تا بیشتر آگاه شونیم به این سه مثال توجه کنین جذری چهار ضرب در جزر صد شما میتونین که بگین جذری چهار چند میشه دو و ضرب خود چه صد چند میشه ده دو ضرب در ده بیست یا به عبارت دیگر شما میتونین که نوشته کنید که چهار ضرب در صد چهار ضرب در صد چند میشه؟ چهارصد میشه چهارصد برابر است با بیست به توانی دو بیست به توانی دو درجه زیم دو با یه خط مخرا عددی که بیرون میشه بیست پس در آردو حالت جوابشی یکسان است در این قسمت جزر بیست ضرب در پنج شما میتونین هم از این طریق پیدا کنین و هم میتونین که اردوش در زیر یک جذر نوشته کنین چرا از خاطر از که درجه های جذر با هم دیگر یکسان است بیست را ضرب در پنج کنین 20 در, در 5 چند میشه؟ 100 پس جزری 100 برابر است با 10 در این قسمت تقسیم توجه کن جزری شانزده تقسیم بر 100 ما و شما میتینی که جزر شانزده جدا بگیریم و تقسیم بر جزر 100 کنیم جزر 100 را جدا بگیریم برابر است با جزر 16 چهار و جزر 100 چند میشه 10 اگر بخوای تقسیم بر دو کنی دو تقسیم بر دو کنی پنج دو پنجم خب شاگردان عزیز اگر ما و شما را عدد های داده بود که به صورت اشاری است اما در زیر جزر قرار داره همچون عبارت ها را چگونه شما انجام میدین اولین کار که مونین ای عدد ها را به صورت ناطق تبدیل کن عدد های ناطق عدد های قطعه چطور بود؟ به صورتی کسری بود این نو صدوم خوانده میشه پس ما و شما نوشته میتونی که نو صدوم جزر نو صدوم حالا میتونی که جدا جدا صورت را جدا جزر بگری و مخرج را جدا جزر بگری جزر نو چند میشه؟ سه و جزر صد چند میشه؟ ده میشه سه دهم. ده به این طریق میتونین که به دست بیدید مثلا 144 ده هزاروم است 144 ده هزاروم را اگر شما بخواین به صورت کسری نیوشته کنین 144 ده هزاروم نیرخم نیوشتنین که برابر است با صورت را جدا جزر میگرین و مخرج را جدا جزر میگرین مساویست با جذر 144 دوازده میشه و جذر ده هزار ده به توانی چند است؟ ده به توانی چهار است بچا خب در از جه از این جزر چنده؟ دو است چهار تقسیم بر دو چند میشه؟ دو پس دوازده بر ده به توانی دو ده به دو چند است؟ صد شما میتونین که د دو ساده کنین شش و د دو ساده کنین پینجا. بعد از او باز د دو ساده کنین سه و د دو ساده کنین چند میشه؟ 25 پس جواب نهاییش برابر است با 3 بر 25 این قسمت توجه کن سه هزارم خانده میشه شما میتونین که سه هزارم را به صورت یک عدد بناتق نوشته و از طرف دیگر ما شما خانده بوده که در صورت که عبارت زیر جذر باید میتونه که صورت جدا جذر بگیری و مخرج جدا جذر بگیری مساویست با جزر دوم سه خودچه هزار را شما نوشته میتونین که ده به توانی دو ضرب در ده ده به توانی دو صد میشه صد ضرب در ده هزار میشه مساویست با جزر سه تقسیم بر چون به صورت حاصل ضرب است پس ما و شما ایر جدا از هم دیگه هم نوشته میتونی ضرب در جزر ده مساویست با جزر سوم خودش و در این قسمت عدد ده از بین جزر بیرون برمشد ده جزر ده است جواب نهاییش در مثال دو جزر پنج ضرب در سه منفی جزر دو اولین کار که مونین داخل قوس را حل مونین سه منفی جزر دو آیا امکان داره؟ نه پس ما و شما چه کار مونیده اینجا؟ چون عددی که بیرون از قوس قرار داره در حالت ضرب است دو جزر پنج را یک مرتبه ضرب در سه مونیم و از طرف دیگر دو جذر پنج را ضرب در منفی جذر دو مانیم دو جذر پنج ضرب در ضرب در سه منفی دو جذر پنج ضرب در جذر دو مساوی است با دو ضرب در سه شش آفرین و جذری پنج منفی دو جزر پنج ضرب در جزر دو جزر پنج را ضرب در جزر دو میتونی؟ آره چرا؟ از خاطر از که درجه های جزر با هم دیگر یکسان است پس ما و شما این عدد ها را زیر یک جزر هم نوشته میتنی شش جزر پنج خود چی؟ منفی دو جزر پنج ضرب در دو چند میشه؟ ده میشه ایست جواب نهایش. شاگردان عزیز و امیدوارم که فهمیده باشین و من الله توفیق خدایا رو نگهداری شما